سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. با من فریبا شیرازی و همکارم مسعود جدی همراه باشید با خبرهای امروز. نخست نگاهی به سرخط خبرها. حسن روحانی سه وزیر برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فناوری و ورزش و جوانان را به مجلس معرفی کرد. عباس عراقچی خواستار امضای سند مکتوب بین ایران و شش قدرت جهانی شد. معرفی کاردارهای غیر مقیم تهران و لندن، نخستین گام در بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور. انتقاد تند داوود احمدی نژاد از برادرش، محمود احمدی نژاد از خلافکاران حمایت و نظام را تضعیف کرد. ضرب و شتم و بازداشت تعدادی از پیروان آیین یارسانان در مقابل مجلس. درخواست کشورهای عربی از عربستان سعودی با قبول عضویت در شورای امنیت به حمایت از کشورهای عربی ادامه دهیم. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران برای روشن شدن مسیر توافقات میان ایران و گروه پنج به علاوه یک خواستار امضای سند مکتوبی بین ایران و شش قدرت جهانی شد. آقای عراقچی از اعضای بلندپایه مذاکرات اتمی با اعلام این مطلب به شبکه تلویزیونی عرب زبان العالم وابسته به رادیو تلویزیون دولتی ایران گفته است: ما حاضر نیستیم در تاریکی حرکت کنیم. کل مسیر باید روشن باشد. ایران و گروه پنج به علاوه یک به تازگی مذاکرات دو روزه در ژنو سوئیس را پشت سر گذاشتند و قرار است دور بعدی گفتگوها 15 و 16 آبان ماه بار دیگر در ژنو برگزار شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نام سه وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و ورزش و جوانان را به رئیس مجلس معرفی کرده است. علی اصغر فانی برای وزارت آموزش و پرورش، رضا صالحی امیری برای وزارت ورزش و جوانان و رضا فرجی دانا برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس معرفی شدند. وزیران پیشنهادی برای تصدی دو وزارتخانه نخست سرپرستان فعلی این وزارتخانه ها هستند، اما برای وزارت علوم رضا فرجی دانا جایگزین جعفر توفیقی شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صابری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است این کمیسیون روز سه‌شنبه به بررسی صلاحیت آقای فرجی دانا می‌پردازد. رضا فرجی دانا استاد دانشگاه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران است و در دولت محمد خاتمی برای تصدی وزارت علوم معرفی شد، اما موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس ششم نشد. جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی وزارتخانه‌های علوم، آموزش و پرورش و همچنین ورزش و جوانان روز یکشنبه آینده برگزار می‌شود. با معرفی کاردارهای غیر مقیم تهران و لندن، نخستین گام در بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور برداشته خواهد شد. خبرگزاری ایرنا اعلام کرده است برای کاردار غیر مقیم ایران در لندن چندین نفر در نظر گرفته شدند، اما هنوز گزینه قطعی برای این سمت انتخاب نشده است. با انتخاب کاردار غیر مقیم، پادشاهی عمان دیگر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در لندن نخواهد بود و سفارت کشورمان در پایتخت انگلیس در اختیار وی قرار خواهد گرفت. 8 آذر ماه 90 در پی ورود تعدادی از بسیجیان به سفارت انگلیس در تهران، دولت بریتانیا پس از خارج کردن تمامی دیپلمات‌های خود از ایران، از دیپلمات‌های ایرانی خواست خاک این کشور را ترک کنند. فرمانده سپاه پاسداران ایران میگوید در 7 ماهه ابتدایی سال جاری 11 عملیات انتحاری در منطقه جنوب شرق ایران کشف و خنثا شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد علی جعفری بدون اشاره به جزئیات بیشتر در مورد اقدامهای انتحاری خنثا شده این اقدامات را به گروههای معاند و تکفیری نسبت داد. فرمانده سپاه پاسداران مناطق شمال غرب و جنوب شرق ایران را به دلیل برخورداری از به گفته او ویژگی‌های خاص برای توسعه ناامنی از سوی دشمنان مساعد خوانده است و گفته پس از گسترش ناامنی در این مناطق در سال‌های 86 و 87 ماموریت مقابله با این حوادث به سپاه واگذار شده است. در سال‌های گذشته استان سیستان و بلوچستان شاهد چندین مورد عملیات انتحاری بوده است که در یکی از بزرگترین آنها در مهر ماه 88 چندین فرمانده ارشد سپاه پاسداران از جمله جانشین وقت فرمانده نیروی زمینی سپاه کشته شدند.
در ادامه جنجال ها پیرامون رابطه با آمریکا، رئیس مجلس ایران هم به خاطری هاشمی رفسنجانی درباره شعار مرگ بر آمریکا واکنش نشان داد و گفت طرح این مسئله در رسانه ها، آن هم موضوعی که مربوط به سالها پیش است، چه خاصیتی دارد. رئیس مجلس افزوده است من چنین اقداماتی را به ضرر منافع کشور می دانم. در شرایط حساس کنونی باید همه جوانب در طرح مسائل دیده شود تا هزینه های داخلی و خارجی را افزایش ندهد. لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود بیان که به نام زهرا اشراقی نوه آیت الله خمینی اشاره کند، گفته است امروز زمان نظریه پردازی های بیپایه نیست. کشور نیاز به انقلاب در رنگ ها در مورد حجاب ندارد. برخی اعضای خانواده آیت الله خمینی، اکبر هاشمی رفسنجانی و گروهی از اصلاح طلبان در هفته های اخیر به شدت از سوی محافظه‌کاران تندرو تحت فشار قرار گرفتند. محافظه‌کاران از برخی نقل قول‌های هاشمی از آیت الله خمینی درباره آمریکا و از نعیمه اشراقی به خاطر بیان لطیفه‌ای درباره خانواده شهدا از زبان آیت الله خمینی به شدت خشمگین هستند. یک مقام وزارت نفت ایران میگوید ایران هیچ نفت خامی به کره شمالی حمل نکرده است. مقام وزارت نفت به خبرگزاری مهر گفته است خبر مربوط به توقیف نفتکش ایرانی در بنادر چین درست نیست. او گفته است نفتکش توقیف شده در بندر دانیال چین ایرانی نیست. برخی از خبرگزاری ها به نقل از منابع چینی گزارش داده بودند چین یک محموله نفتی ایرانی را که به مقصد کره شمالی در حرکت بوده توقیف کرده است. بنابر ادعای این منابع، محموله نفت خام ارسالی به کره شمالی بخشی از قرارداد این کشور با ایران در زمینه واردات 500 هزار تن معدنیات گازی و نفت خام سبک است که کره شمالی برای تنوع بخشی به منابع نفتی خود به امضا رسانده بود. وزیر نفت ایران به تلاش‌های وزارتخانه خود برای توسعه بازارهای نفت ایران اشاره کرده و گفته است وضع صادرات نفت ایران روز به روز بهتر خواهد شد. بیژن زنگنه در اولین اقدام خود پس از به دست گرفتن سکان هدایت وزارت نفت، اصلاح قراردادهای بیع متقابل به منظور افزایش جذابیت قراردادهای نفتی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و خارجی را در دستور کار قرار داد. بیژن نامدار زنگنه درباره قیمت و سهم نفت در بودجه سال آینده گفت این موضوع در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در حال بررسی است و جزئیات آن از سوی این نهاد اعلام خواهد شد. اما پیش بینی می شود سهم نفت در بودجه سال 1393 نیز در حدود بودجه سال جاری، یعنی 95 دلار باشد. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر نفت ایران با اشاره به تلاش‌های وسیع وزارت نفت برای توسعه بازارهای نفت ایران پیش بینی کرد که وضع صادرات نفت روز به روز بهتر می شود. وی همچنین درباره درخواست هندی‌ها برای پرداخت کل پول نفت ایران به روپیه نیز گفت مسئولان هندی در این باره باید با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مذاکره و مسائل را رفع کنند. واحد بازرگانی وزارت تجارت و صنعت هند از ایران خواسته است که کل پول نفت خام وارداتی از این کشور را به روپیه بپذیرد یا با خطر از دست دادن بزرگترین مشتری نفتی خود روبرو خواهد شد. هند هم اکنون 55% از پول نفت وارداتی از ایران را به روپیه و باقی مانده آن را با یورو پرداخت می کند. آقای نامدار زنگنه اواخر شهریور ماه اعلام کرد که در راستای تضمین افزایش ضریب بازیافت میادین در قراردادها و همچنین جذابتر کردن پروژه ها برای حضور شرکت های خارجی نوع قراردادها بازبینی شود. عبدالمحمد دلپریش مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در این خصوص گفته بود وزیر نفت دستور ویژه‌ای برای پیگیری اصلاح ساختار قراردادهای نفتی در کشور با جلب همکاری همه صاحب نظران و دعوت از شرکت‌های معتبر نفتی داخلی و خارجی برای بیشینه‌سازی منافع ملی صادر کرده است. جمهوری اسلامی تا پایان سال 2011 روزانه حدود 2.5 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد که اکنون گفته می‌شود این میزان صادرات به 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. گزارش سازمان اوپک نیز حاکی از کاهش شدید صادرات نفت ایران است، به طوری که ایران در این سازمان از جایگاه دوم به پنجم سقوط کرده است. چندی قبل نیز خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام ارشد در دولت ایالات متحده نوشته بود که ایران در نتیجه تحریم‌های بین‌المللی به حدود نیمی از درآمدهای نفتی خود دسترسی ندارد و این پول در حساب‌های خارج از کشور انباشته شده است.
بر اساس این گزارش ایران در نیمه نخست امسال ناگزیر شده است ماهانه از حدود 1.5 میلیارد دلار درآمد نفتی خود چشم پوشی کند، در حالی که میانگین درآمد کل نفتی آن در هر ماه 3.4 میلیارد دلار بوده است. به عبارتی تحریم‌های بین‌المللی باعث شده است که ایران نتواند 44% درآمد نفتی خود را به داخل کشور انتقال دهد و این مبالغ در حساب‌های بانکی خارجی جمع شده است. داوود احمدی نژاد میگوید اسنادی علیه وزرای دولت 11 دارد که چه خلافایی کردند. به گزارش وبسایت قانون، برادر محمود احمدی نژاد با اشاره به این موضوع گفته است چون رهبر جمهوری اسلامی هنوز در این زمینه اظهار نظر نکرده ما نیز سکوت میکنیم. داوود احمدی نژاد در واکنش به اظهارات محمود احمدی نژاد که دولت خود را دولت پاک مینامید گفته است وقتی برای یک دانشگاه خلاف قانون 16 میلیارد تومان بدون اجازه برمی‌دارد دولت پاک جاست. به محمود احمدی نژاد را فردی معرفی کرده که از خلافکاران حمایت کرد، همه چیز را پس زد و در جامعه اختلاف ایجاد و نظام را تضعیف کرد. برادر رئیس جمهوری پیشین همچنین اسفندیار رحیم مشایی را عامل اصلی انحراف برادرش معرفی کرده و گفته است مشایی از ابتدا مشکل داشت. بسیاری از محافظه‌کاران تندرو میگویند تنها به علت درخواست خامنه‌ای در زمینه حمایت و همراهی با دولت حسن روحانی است که درباره ترکیب و اقدامات این دولت سکوت کردند. معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران وعده داد که دکل‌های غیرمجاز ارسال پارازیت‌های امواج ماهواره برچیده شوند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معصومه ابتکار در این خصوص گفت دکل‌های ارسال امواج جدید در تهران بدون مجوز شهرداری دیگر احداث نمی‌شود و دکل‌های قبلی که ضوابط را رعایت نکرده باشند قلع و قمع می‌شوند. خانم ابتکار همچنین درباره آلودگی هوای تهران گفت اولین جلسه کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوای تهران به زودی برگزار می شود. خانم ابتکار با بیان اینکه استانداردهای آلایندگی خودروها باید ارتقا یابد اضافه کرده است وزیر نفت شخصا پیگیر وضعیت بنزین و کیفیت آن است. به گفته بسیاری از کارشناسان امواج ارسالی پارازیت‌های ماهواره‌ای بر سلامت شهروندان و به خصوص جنین زنان باردار تاثیر مخربی دارد. علی جنتی وزیر ارشاد از بازبینی کتاب‌هایی که در گذشته به نوعی توقیف شده یا جلوی چاپ آنها گرفته شده بود خبر داد. یک روز پس از تغییر مدیر اداری کتاب، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ایجاد فضای باز در حوزه کتاب و مطبوعات خبر داد. وزیر ارشاد اعلام کرده است کتاب‌هایی که در گذشته به نوعی توقیف شده یا جلوی چاپ آنها گرفته شده است بازبینی خواهند شد و مجدداً روی آنها تصمیم گیری خواهد شد. آقای جنتی همچنین گفته است ناشرانی که با ضوابط دولت جدید تطبیق کنند می توانند به کار خود ادامه دهند. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران به حذف یارانه 3 دهک نخست رأی دادند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، جعفر قادری نماینده شیراز گفته است در بخش هدفمند کردن یارانه ها اعضای کمیته با حذف 30% افراد با درآمد بالا از دریافت یارانه موافقت کردند و مقرر شد این مصوبه حداکثر 3 ماه پس از تصویب لایحه اصلاحیه بودجه در مجلس شورای اسلامی اجرا شود. کسری بودجه دولت هم اکنون از مسائل جدی اقتصاد ایران است. گفته می شود که دولت در حال حاضر 70 تا 80 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. روز گذشته مامورین امنیتی جمهوری اسلامی با حمله به تجمع یارسانیان 10 نفر از معترضین را دستگیر کرد. مجمع مشورتی فعالان مدنی جامعه یارسان پیش از این با انتشار بیانیه‌ای از فعالان مدنی یارسان در سراسر کشور خواسته بود که به منظور اعتراض به تبعیضات بر جامعه یارسان و بی‌حرمتی‌های اخیر نهادهای امنیتی به این شهروندان روز یکشنبه 28 مهر ماه رأس ساعت 10 صبح در برابر مجلس حضور پیدا کنند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی حدود ساعت 11 صبح مامورین امنیتی با حمله وحشیانه به آنها به ضرب و شتم یارسانیان پرداختند و برخی از آنان را نیز بازداشت کردند. پیش از این 3 شهروند از پیروان آیین یارسان در اعتراض به دستگیری و شکنجه و توهین به اعتقادات یک شهروند یارسانی دیگر خودسوزی کرده بودند.
امیر ناظری و افشین برزگر جمشیدی از فعالین دانشجویی دانشگاه تبریز توسط شعبه 104 دادگاه جزایی تبریز به 6 ماه زندان محکوم شدند. این دو فعال دانشجویی به همراه آرش محمدی دیگر فعال دانشجویی در تجمعات عصر روز 25 خرداد 92 توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده و پس از 2 روز با قرار وثیقه 10 میلیون تومانی آزاد شده بودند. درگیری پلیس با مردم معترض به الحاق بخشی از استان هرمزگان به استان فارس در بندرعباس همچنان ادامه دارد و برخی از معترضان نیز بازداشت شدند. این درگیری از آنجا آغاز شد که گروهی از ساکنان استان هرمزگان در جنوب ایران به طرح واگذاری قسمت‌هایی از بخش پارسیان آن استان به شهرستان لامرد در استان فارس اعتراض کردند. عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مجلس ایران از برخورد پلیس با معترضان به تندی انتقاد کرده است و گفته است مردم هرمزگان مثل مردم فلسطین تحت ظلم قرار گرفتند. دمتامیز مردم و راهپیمایی های آنها برخورد نکنند. به گزارش خبرگزاری مجلس، عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی یک نماینده مجلس ایران از استان هرمزگان از برخورد پلیس با معترضان به تغییر تقسیمات کشوری در آن استان به تندی انتقاد کرد و گفت که مردم هرمزگان مثل مردم فلسطین تحت ظلم قرار گرفتند. وی افزود که پلیس ضد شورش معترضان را کتک زده و تعداد زیادی از جوانان را بازداشت کرده است. در همین راستا احمد جباری یکی از نمایندگان استان هرمزگان نیز خبر داد که بیش از 180 نماینده مجلس طی نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار لغو مصوبه انتزاع چند روستا از استان هرمزگان و الحاق آن به استان فارس شدند. احمد جباری به خبرگزاری رسمی مجلس گفت 186 نماینده مجلس نامه‌ای را امضا کرده و طی آن از رئیس جمهور خواستند مصوبه غیر کارشناسی و ناپخته انتزاع چند روستا از استان هرمزگان و الحاق آن به استان فارس را که باعث تنش شده را لغو کند. نماینده پارسیان، بندر لنگه و بستک در مجلس نهم در این حال گفت در این نامه خطاب به رئیس جمهور تاکید شد که این مصوبه نه تنها هیچ دستاوردی در بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی مردم و حل مشکلات معیشتی آنها نداشته است، بلکه بستر مناسبی برای ایجاد اختلاف بین مردم در استانی آرام و بدون مشکل خواهد بود. احمد جباری ضمن تاکید بر اینکه این مصوبه دولت قبل هم مثل بسیاری از تصمیمات دیگر آن به صورت عجولانه و بدون دسترسی دقیق کارشناسی و دلیل منطقی به تصویب رسیده است گفت امیدواریم این مصوبه لغو شود. از زمان اعلام رسمی مصوبه جداسازی مناطقی از شهرستان پارسیان استان هرمزگان و الحاق آن به استان فارس، مردم استان هرمزگان با برگزاری تجمعاتی مخالفت خود با این مصوبه را اعلام کردند. این مصوبه در دولت محمود احمدی نژاد تصویب شده بود ولی اجرای آن به دولت حسن روحانی رسیده است. در صورت نهایی شدن این الحاق، استان فارس به آبهای خلیج فارس متصل می شود. رسانه های ایرانی نوشتند که تصمیم به تغییر تقسیمات کشوری در آن منطقه با نظر شورای عالی امنیت ملی ایران بوده است. با سپاس از همراهی شما، همکارم مسعود جدی با شما خواهد بود در ادامه خبرها. متشکرم فریبا. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. نمایندگان کشورهای عربی در سازمان ملل از عربستان سعودی خواستند تا کرسی خود در شورای امنیت را حفظ کنند. نمایندگان کشورهای عربی در سازمان ملل در بیانیه مشترک نقش عربستان سعودی در موضوعات عربی را شجاعانه خواندند و از این کشور خواستند با قبول عضویت در شورای امنیت به دفاع خود از کشورهای عربی ادامه دهد. عربستان پس از آنکه روز پنجشنبه به عنوان عضو موقت شورای امنیت برگزیده شد اعلام کرد در اعتراض به ناکامی این شورا در مورد سوریه عضویت در آن را نمی‌پذیرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، آقای اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه قرار است در چارچوب رایزنی و مقدمات یک نشست بین‌المللی در خصوص سوریه موسوم به ژنو 2 به تهران سفر کند. انتظار می‌رود گفتگوهای صلح با هدف پایان دادن به بحران فعلی در سوریه در 23 ماه نوامبر در ژنو برگزار شود. آقای ابراهیمی هم اکنون در حال سفر به کشورهای خاورمیانه با هدف آماده سازی مقدمات نشست ژنو 2 است. بسیاری حضور ایران و عربستان را در چنین نشست‌های ضروری می‌دانند.
سوریه از زمان جنگ ایران و عراق روابط نزدیکی با حکومت اسلامی ایران داشته و به همراه گروه حزب الله در لبنان از جمله مهمترین عوامل قدرت منطقه‌ای ایران محسوب می‌شود. بر اساس سند تازه‌ای که از سوی اسنودن فاش شده، آمریکا در سال 2010 ایمیل رئیس جمهور مکزیک را هک و در جریان ارتباطات کابینه این کشور بوده است. پیش بینی می‌شود روابط دو کشور با چالش‌های جدید روبرو شود. بر اساس یک سند فاش شده از سوی ادوارد اسنودن که نشریه آلمانی اشپیگل آن را تحلیل کرده، مشخص شده است که آژانس امنیت ملی آمریکا سالها به طور سیستماتیک در حال جاسوسی ارتباطات دولت مکزیک بوده است. افشاگری جدید به خصوص از این جهت میتواند روابط بین دو طرف را تیره کند که فیلیپ کالدورن رئیس جمهوری سابق مکزیک از دیگر رؤسای جمهوری این کشور به واشنگتن نزدیکتر بوده است. در پی افشای جاسوسی آمریکا از شهروندان فرانسوی، وزارت امور خارجه فرانسه سفیر آمریکا را برای ارائه برخی توضیحات فراخواند. به گزارش روزنامه فرانسوی لوموند، این تصمیم با استناد به افشاگری‌های ادوارد اسنودن، مأمور پیشین سازمان جاسوسی آمریکا سیا، انجام شده است. بر اساس اسناد افشا شده، آژانس امنیت آمریکا از 70.3 میلیون تماس تلفنی شهروندان فرانسوی در فاصله 10 دسامبر سال گذشته تا 8 ژانویه 2013 جاسوسی کرده است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، کارشناسان بازار نفت معتقدند حصول توافق در مذاکرات اتمی ژنو قیمت نفت را تا بشکه 12 دلار کاهش خواهد داد. فضای آخرین دور مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 مثبت‌تر از مذاکرات قبلی در سال گذشته توصیف می‌شود. همین فضا سبب شد تا اعلام آمادگی شرکت‌های نفتی جهان برای شروع فعالیت در حوزه‌های نفتی و گاز ایران بیشتر شود. در روزهای گذشته خبرگزاری‌ها از تمایل مجدد توتال فرانسه به ادامه فعالیت در حوزه گازی پارس جنوبی خبر دادند. شرکت آنی ایتالیا نیز منتظر رفع تحریم‌هاست تا فعالیت خود در حوزه گازی پارس جنوبی و میدان نفتی دارخوئن را از سر گیرد. همزمان با سفر یک هیئت اسرائیلی به واشنگتن برای گفتگو درباره آخرین تحولات مذاکره هسته‌ای با ایران، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت فشارهای جهانی بر ایران همچنان باید ادامه یافته و حتی افزایش یابد. در همین خصوص حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم گفته است که رویکرد تازه دیپلماتیک ایران برای تعامل سازنده با جهان باعث توقف روند تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای روحانی در جلسه هیئت دولت ضمن تشکر از تلاش‌های دیپلماتیک ایران در مذاکرات با کشورهای 5 به علاوه 1 در ژنو گفته است که دیپلماسی فعال ایران در تعامل سازنده با جهان با حمایت و اعتماد رهبر جمهوری اسلامی در همین مدت کوتاه آثار ارزشمندی داشته است که همه دولت‌ها را به تجلیل از مردم سالاری در ایران واداشته و هم روند فزاینده تحریم‌ها را متوقف کرده است. رئیس جمهوری ایران اضافه کرده است دیپلماسی فعال ایران ابتکار عمل را به دست گرفته و افکار عمومی جهان را حتی در کشورهای تحریم کننده به سمت خود جلب کرده است و می‌رود تا قدم به قدم با تثبیت حقوق حقه هسته‌ای ایران موانع پیشرفت را هم از سر راه ملت بردارد. وی با این حال هشدار داده است که در طول دوران پس از انقلاب در ایران، هرگاه جمهوری اسلامی به توفیقی در صحنه سیاسی جهانی نزدیک می‌شده است، صهیونیست‌ها دست به خرابکاری و حادثه‌سازی در داخل یا خارج می‌زدند. در همین راستا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم اعلام کرده است تا زمانی که به گفته او حرف بدون عمل از سوی ایران ایراد شود، باید بر فشارهای بین‌المللی علیه این کشور ادامه داد و بر دامنه آن افزود. نتانیاهو در جلسه کابینه دولت اسرائیل گفت هرچه فشارها بر ایران شدیدتر شود، شانس اینکه برنامه هسته‌ای این کشور نیز برچیده شود افزایش می‌یابد. نخست وزیر اسرائیل همچنین نسبت به مشروعیت بخشیدن به آنچه وی رژیم سرکش ایران خواند هشدار داده است. اظهارات آقای نتانیاهو در حالی صورت گرفته است که یک هیئت عالی رتبه اسرائیلی برای اطلاع از جزئیات مذاکرات اخیر گروه 5 به علاوه 1 و ایران در ژنو راهی واشنگتن شده است. بنابر اطلاعیه وزارت اطلاعات اسرائیل، وزیر اطلاعات به همراه تیمی از مقامات سرویس اطلاعاتی و وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع این کشور برای شرکت در گفتگوهای راهبردی دو سالانه به واشنگتن سفر کرده است.
در این اطلاعیه آمده که امسال گفتگوها بر مذاکرات هسته‌ای با ایران و نیز دیگر مسائل منطقه‌ای متمرکز است. روزنامه هارتس اندکی پیش از سفر این هیئت به آمریکا گزارش داد که آمریکا و بریتانیا یک مقام ارشد اسرائیلی را در جریان گفتگوهای انجام شده با ایران قرار دادند. در رویدادی دیگر مرتبط با برنامه اتمی ایران، عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر خارجه ایران نیز گفت طرف‌های مذاکره مسیر پیشنهادی ایران را پذیرفتند. آقای عراقچی گفت سابق بر این مسیرهای متفاوتی داشتیم و فضاهای فکری متفاوت بود، ولی برای اولین بار بود که موفق شدیم وارد یک مسیر مشترک شدیم که البته طولانی است و ورود با آن به معنای خاتمه کار نیست. این مقام وزارت خارجه گفته است در طرح پیشنهادی تهران همه تحریم‌ها علیه ایران از جمله تحریم‌های شورای امنیت باید لغو شوند و این از جمله اهداف مذاکرات است. با افزایش تأکید دولت جدید ایران و همچنین قدرت‌های غربی بر پیشبرد گزینه دیپلماتیک جهت حل مناقشه هسته‌ای، اسرائیل نیز مکرراً نسبت به کاستن زود هنگام تحریم‌ها و فشارها بر ایران هشدار داده است. ایران و 5+1 مذاکرات دو روزه‌ای را در 23 و 24 مهر در ژنو سوئیس پشت سر گذاشته و قرار است دور بعدی گفتگوها نیز 15 و 16 آبان بار دیگر در ژنو برگزار شود. در همین حال کابینه امنیتی اسرائیل هفته گذشته با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که از یک راه حل واقعی دیپلماتیک که منجر به برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران شود استقبال می‌کند، اما همزمان هشدار داد که قدرت‌های جهان به توافق‌های ناکامل با ایران بسنده نکرده و تحریم‌ها علیه ایران را به طور زودهنگام کاهش ندهند. بنیامین نتانیاهو در سلسله مصاحبه‌های با رسانه‌های مهم اروپایی گفته است رسیدن به توافقی بد و نصف نیمه با ایران بدتر از نرسیدن به هیچ توافقی است. رئیس جمهور آمریکا در نطق هفتگی خود تصریح کرد مردم آمریکا از دست تصمیم گیران سیاسی در این کشور خسته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، باراک اوباما با اشاره به حوادث دو هفته اخیر این کشور و تعطیلی بخشی از دولت فدرال گفت این اولین بار نیست که این کشمکش‌ها برنده‌ای نداشت. وی با اذعان به فرسودگی مردم آمریکا و خستگی آنها از سیاست بازی‌های دو حزب عمده این کشور گفت درست در زمانی که اقتصاد ما نیاز به رشد و ایجاد شغل دارد، بحران ساختگی دو هفته گذشته واقعا به رشد اقتصادی و ایجاد شغل در آمریکا آسیب رساند. آقای اوباما در پایان به برنامه‌های آتی خود پرداخت و از کنگره آمریکا که اکثریت آن در دست جمهوری‌خواهان است خواست تا به بودجه‌ای که موجب رشد اقتصادی آمریکا خواهد شد رأی دهند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیا است میگوید دست کم 31 نفر در حمله انتحاری به شهر حما در سوریه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها این نهاد حقوق بشری گفته است یک بمبگذار انتحاری کامیونی پر از مواد منفجره را در پاسگاه ارتش در شهر حما منفجر کرد که بیشتر کشته شدگان این عملیات افراد غیرنظامی بودند. دیدبان حقوق بشر سوریه افزود بمبگذار انتحاری به جبهه النصره نزدیک به القاعده مرتبط است. وضعیت بعضی از زخمی ها وخیم گزارش شده که انتظار می رود شمار کشته شدگان نیز افزایش شود. در این انفجار دست کم 20 خودرو و تعدادی خانه و مغازه آسیب دیدند. مقام های امنیتی عراق می گویند موجی از حملات در عراق موجب کشته شدن دست کم 12 نفر در سراسر این کشور شده است. به گزارش رسانه‌ها مرگبارترین حمله در شهر روا در نزدیکی استان انبار رخ داد. در این حمله شبه نظامیان به یک پاسگاه پلیس و یک ساختمان دولتی حمله و دست کم 8 نفر را کشتند. پلیس عراق میگوید یک بمبگذار انتحاری در نزدیکی خانه یک افسر ارشد پلیس در سامره در 100 کیلومتری شمال بغداد خود را منفجر کرد که 3 نفر بر اثر این انفجار کشته شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته، اما در گذشته این گونه حملات مشابه به القاعده نسبت داده شده است. نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب اعلام کرده است که دور بعدی کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه روز 23 نوامبر در ژنو برگزار می شود. هدف کنفرانس صلح سوریه نشاندن نمایندگان رژیم سوریه و مخالفان بر سر میز مذاکره و یافتن راهی برای برون رفت از بحران خونین در این کشور است. دولت سوریه چند روز پیش زمان این کنفرانس را از روز 23 نوامبر که اعلام کرده بود آمریکا و سوریه متفقا این تاریخ را رد کردند.
دبیر کل اتحادیه عرب گفته است که کارهای مقدماتی برای برگزاری کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 در روز 23 نوامبر شروع شده است. به گفته وی، اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد در جریان گفتگویی با وی در قاهره این تاریخ را به اطلاعش رسانده است. آقای ابراهیمی در حال حاضر برای انجام مذاکرات میانجیگری به منطقه سفر کرده و قاهره نخستین ایستگاه وی در این سفر بوده است. با این همه اخضر ابراهیمی در اظهار نظری جداگانه اعلام کرده است که تاریخ این نشست هنوز قطعی نیست. او قرار است در راستای آماده سازی ها برای کنفرانس صلح سوریه به ترکیه و قطر نیز سفر کند. نبیل العربی اظهار داشت که مشکلات زیادی بر سر برگزاری این نشست وجود دارد، اما به طور مشخص به این مشکلات اشاره نکرد. در همین حال اپوزیسیون سوریه به سرعت نسبت به تاریخ اعلام شده واکنش نشان داده و از آن انتقاد کرده است. مخالفان گفتند که با آنها مشورتی در این زمینه صورت نگرفته است و آنها مذاکراتی را که اجازه دهد بشار اسد در دوره انتقالی همچنان به عنوان رئیس دولت بر سوریه حکومت کند نمیپذیرند. یکی از مقامات ارشد ارتش آزاد سوریه این امر را توطئه علیه مردم سوریه توصیف کرده و گفته است مهمترین خواست مردم سوریه که کنار گذاشتن بشار اسد از قدرت در دوره انتقالی است نادیده گرفته شده است. به گفته این عضو ارتش آزاد سوریه قرار است ائتلاف ملی سوریه در روز اول نوامبر برای بحث و تبادل نظر گرده هم آید. اما در حالی که مخالفان اسد چنین موضعی گرفتند، دولت سوریه اعلام کرد که ولید معلم وزیر امور خارجه این کشور ریاست هیئت شرکت کننده در کنفرانس ژنو 2 را بر عهده خواهد داشت. جامعه بین الملل به رهبری کشورهای روسیه و آمریکا در تلاشند تا رژیم سوریه و شورشیان مخالف دولت در مذاکرات صلح ژنو که موسوم به ژنو 2 است شرکت کنند. هدف از این نشست یافتن راه حلی سیاسی برای پایان دادن به بحران جاری در سوریه است. بحران در سوریه با اعتراضات مردم به حکومت بشار اسد از 2.5 سال پیش آغاز شد. این اعتراضات به شدت توسط دولت و نظامیان وفادار به آن سرکوب شد تا عده‌ای از سربازان و درجه‌داران ارتش با خروج از آن ارتش آزاد سوریه را برای محافظت از جان مردم در برابر حملات ارتش تأسیس کردند. در جریان ناآرامی‌ها و جنگ داخلی در سوریه طی این مدت بیش از 110 هزار نفر کشته و میلیون‌ها نفر نیز مجروح یا آواره شدند. تا کنون نه شورای امنیت و سازمان ملل متحد و نه دیگر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نتوانستند راه حلی برای پایان دادن به این خشونت‌ها پیدا کنند. 9 شهروند لبنانی که ماه پیش در سوریه به گروگان گرفته شده بودند، پس از آزادی به کشورشان بازگشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این 9 شهروند هنگام بازگشت از سفر زیارتی از ایران در خاک سوریه روبوده شده بودند. رویترز از قول یکی از لبنانی‌های آزاد شده می‌گوید: اوضاع بدتر از آنچه بود که بتوانید تصور کنید. ما بهای سنگینی پرداختیم. آزادی این 9 شهروند لبنانی در ازای آزادی 2 خلبان ترک صورت گرفت که حدود 2 ماه پیش در بیروت روبوده شده بودند. خلبانان ترک نیز 1 روز قبل از شهروندان لبنانی به کشورشان بازگشتند. و اما به گزارش رویترز، عمر البشیر رئیس جمهوری سودان در پی دعوت رئیس جمهوری سودان جنوبی سه‌شنبه هفته جاری به جوبا سفر می‌کند. رئیس جمهوری سودان قصد دارد در رأس هیئتی بلندپایه که شامل چندین وزیر می شود به سودان جنوبی سفر کرده و مسائل مشترک میان دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار دهد. رسانه های سودان اعلام کردند که البشیر تصمیم دارد در این دیدار مسئله منطقه نفخیز ابی که برای هر دو کشور حائز اهمیت است را مورد بحث و بررسی قرار دهد. این دیدار در دومین دیدار البشیر از جوبا از زمان استقلال سودان جنوبی به شمار می رود. ضمن تشکر از همراهی شما در این بخش خبری، به اتفاق همکارم فریبا اشتیازی، شما را دعوت می‌کنیم به خبرهای ورزشی که توسط امیر خسروجردی به نظرتان می‌گذرد توجه فرمایید. با سلام در این بخش چند خبر از جهان ورزش. رسول خادر سرپرست فدراسیون کشتی شد. پس از استعفای حجت الله خطیب از
سرپرستی فدراسیون کشتی رضا صالحی امیری سرپرست وزارت ورزش و جوانان دیروز در حکم رسول خادم مدیر تیم‌های ملی کشتی را به عنوان سرپرست جدید فدراسیون کشتی منصوب کرد. این در حالی است که انتخابات فدراسیون کشتی قرار بود اول آبان برگزار شود به تعویق افتاده است و به نظر می رسد پس از اینکه سید رضا صالحی امیری از مجلس شورای اسلامی برای وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد بگیرد این انتخابات برگزار خواهد شد که تا آن زمان مسئولیت سرپرستی فدراسیون کشتی بر عهده رسول خادم خواهد بود. با حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال یک امتیاز از پرسپولیس کسب و علی دایی سرمربی این تیم دو جلسه محروم شد. اسماعیل حسن‌زاده رئیس کمیته انضباطی درباره پرونده مجادله لفظی علی دایی و محمد مایلی کهن اظهار داشت. پرونده مجادله این دو مربی بعد از بازی سبا و پرسپولیس که در رسانه‌ها با مصاحبه‌های گوناگون علی یکدیگر انجام دادن، هر کدام از سرمربیان دو تیم به یک جلسه از همراهی تیم خود محروم و پرداخت 10 میلیون تومان جریمه نقدی نیز محکوم شدند. وی همچنین درباره پرونده بازی داماش و پرسپولیس که جمعه گذشته در ورزشگاه آزادی برگزار شد گفت: علی دایی سرمربی تیم پرسپولیس به دلیل رفتار غیر ورزشی نسبت به تیم داوری به مدت یک جلسه از همراهی تیم خود محروم و پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی نیز محکوم شد و به دلیل اهانت‌های مکرر تماشاگران تیم پرسپولیس نسبت به تیم حریف از باشگاه پرسپولیس یک امتیاز کسب شد. رئیس کمیته انضباطی درباره پرونده حوادث رخ داده در دیدار دو تیم تراکتورسازی و فولاد خوزستان اظهار داشت. به دلیل فحاشی و به کار بردن الفاظ رکی توسط تماشاگران تیم میزبان تراکتورسازی نسبت به داور مسابقه از این تیم نیز یک امتیاز کسب و تیم فوق به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی نیز محکوم شد. ضمن اینکه به دلیل رفتار ناشایست لوسیانو پریرا مهاجم تیم فولاد خوزستان به مدت یک جلسه از همراهی تیم خود محروم و به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی نیز محکوم شد. در این بخش چند خبر کوتاه. در ادامه رقابت های جام جهانی فوتبال نوجوانان که در امارات برگزار می شود، فردا تیم ایران در دومین دیدار خود مساف کانادا می رود. نوجوانان فوتبالیست ایرانی در نخستین مسابقه خود تیم قدرتمند آرژانتین را با تساوی 1-1 متوقف کردند. در نخستین روز رقابت های کاراته بازی های جهانی هنرهای رزمی که در سن پترزبورگ روسیه جریان دارد، دیروز سعید احمدی کاراتکای وزن منهای 67 کیلوگرم تیم ایران با شکست رودان کاسکو قهرمان افریقا از مراکش به میدان نشان طلا دست یافت. تیم کاناپوله بانوان در مقام قهرمانی آسیا دست یافت. دیدار فینال ششمین دوره این رقابت‌ها دیروز در هند برگزار شد. تیم که تهیان تیم بانوان ایران در مساب با سنگاپور برتری 6-1 رسید و برای پنجمین بار مقتدرانه در سکوی قهرمانی قرار گرفت. در پایان این دوره ژاپن مقام سوم رسید. در پیکاهای مردان تیم ملی کاناپولوی ایران با برتری 7-4 مقابل سنگاپور به مقام سوم بسنده کرد. سایت بلیچر ریپورت در گزارشی 20 بازیکن برتر فوتبال آسیا را معرفی کرد که در این رده بندی اشکان دژاگه بازیکن تیم ملی ایران در رده 13 و جواد نکونام کاپیتان تیم در رده 16 قرار گرفتند. در این فهرست کیسوک هوندا بازیکن تیم ملی ژاپن در صد قرار دارد. نماینده بسکتبال بانوان ایران مقام قهرمانی رقابت‌های بین باشگاه‌های دانشگاهی جهان دست یافت. به گزارش ایسنا در 15 دوره مسابقه با شرکت 38 کشور و در 4 رشته در آنتورپ بلژیک برگزار می شد، تیم بسکتبال بانوان دانشگاه آزاد که با نام جمعیت هلال احمر در این دوره شرکت کرده بود با 2 پیروزی مقابل تیم‌های آلبانی و بلژیک بر سکوی قهرمانی این دوره ایستاد. ایران برای نخستین بار در تاریخ ورزش اتومبیل‌رانی موفق شد میزبانی یک مرحله از رالی اتومبیل‌رانی خاورمیانه را به دست آورد. در سفر حمیدرضا مهرعلی سرپرست فدراسیون موتورسواری و اتومبیل‌رانی به امارات ملاقات با بن سلایم نایب رئیس فدراسیون جهانی، یک مرحله از میزبانی این رالی معتبر جهانی به ایران رسید. یورگن کلوپ سرمربی تیم فوتبال بورس دورتموند آلمان در گفتگو با روزنامه سان چاپ لندن گفت: چند باشگاه انگلیسی از جمله چلسی و منچستر سیتی بر ابتدای این فصل با من تماس گرفته و خواهان مذاکره با وی بودند. کلوب در ادامه تأکید کرد: شاید اگر 2 سال پیش من میگفتند چنین تیم های بزرگی خواهان تو هستند باور نمیکنم، اما اکنون این اتفاق افتاده، من هم پیشنهاد آنها را رد کردم. الیور کان دروازه‌بان افسانه تیم ملی فوتبال آلمان باشگاه بایرن مونیخ در گفتگو با
روزنامه بیلد گفت اعتقاد دارم تیم آلمان میتواند در بازی‌های جام جهانی 2014 برزیل قهرمان شود. و یه افزود موفقیت‌های مثل فتح لیگ قهرمانان اروپا در فصل گذشته توسط بایرن به بازیکنان یواخیم لو اعتماد به نفس زیادی بخشیده است. اگر مقابل بهترین‌ها در قاره اروپا قرار بگیریم حتی میتوانیم قهرمان جهان شویم. این بود چند خبر از جهان ورزش. شب و روز بر شما خوش. خدا نگهدار.